کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، در مقابل فرهنگ تحمیل، در برابر اقتصاد تحمیل، در برابر قوانین تحمیل، در برابر محدودیت های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل که از همه خطرناک‌تر. از دست می دادن این دلیل بر قدرت عقیده و ایمان را از اسم مسئول و رجبی وحشت داشت، از اسم خیابانی لاله ها دوباره به گل نشستند، اگر باز هم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اونجا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود، بگیم توی چشم سارها، اونجا که ماهی های سیاه و کوچولو گستاخی می کنند و خلاف جریان شنا می کنند، اونجا میشه دیدش. در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض،
در هر کجا که مالکی هست و شمشیر، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر از نیام کشیده، در هر کجا که علیوار چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که میخروشیم میجنگیم و وقتی که میفهمیم. درگذشت پدر طالقانی. قبل از وفات پدر طالقانی در 19 شهریور 58 پشتمان به او گرم بود. پدر طالقانی به راستی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود. خمینی از اینکه آقای طالقانی را در سخنرانی به مناسبت 4 خرداد 58 که در ترمینال خزانه در جنوب شهر تهران برگزار شد، کاندیدای ریاست جمهوری کرده بودیم، به شدت گزیده و پرکینه بود. اگرچه من در این سخنرانی منتهای احترام را برای شخص خمینی قائل شدم و از خود او خواستم که خودش تکلیف شرعی کند تا آیت الله طالقانی مسئولیت ریاست جمهوری را بپذیرند. بگذاریم که خمینی به شدت از این بابت به قول خودش سیلی خورده و زخم خورده بود، چرا که خوب می فهمید هدف ما از ریاست جمهوری آقای طالقانی محدود کردن قدرت انحصاری او و در یک کلام رفرم و اصلاح در حکومت دینی و رژیم ولی فقیه است. از لحظه‌ای که شبانگاه همان روز نام پدر طالقانی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اعلان کردم تا زمان وفات ایشان، ذوق و شوق فوق‌العاده را در قشرهای مختلف مردم دیده یا می‌شنیدم. از کارگران بندر عباس تا زنان رشت و جوانان تبریز و طلاب مترقی در مشهد و همچنین اغلب گروه‌های سیاسی و مذهبی و ملی و مترقی که از سلطه آخوندهای همجنس خمینی به سطوح آمده بودند. بله بله بله، متشکرم. پس ما حضرت آیت الله العظمی طالقانی رو بنوان نخستین، بنوان نامزد نخستین ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کنیم. نکته دیگری هم هست که بشارت بزرگی برای تمام ما، یعنی شرط دیگری در ایشون هست، مضافاً بر ثوابت 40 ساله مبارزاتیشون علیه طاغوت‌های زمان که بخش اعظمش در زجر و حبس و تبعید گذشته، یک نکته مهمتر هم هست با اون که ما کسی رو انتخاب میکنیم که معلم کبیر قرآن مبارک باد برای شما. از همینجا از تمام گروه ها به خصوص گروه های مسلمان در گوشه و کنار ایران تقاضا بکنیم اگر با این انتخاب موافقت دارند موافقت خودشون رو اعلام بکنند. انشاءالله که خواسته تمام مردم ایران همین باشه.
بعد از این معرفی یک بار که به دیدار پدر طالقانی در محل اقامتش که یک طبقه از آپارتمان پدر رضایی های شهید در خیابان تخت جمشید بود رفتیم، پدر با عتاب و تغییر به من گفت: چرا این کار را کردید؟ شما که به من نگفته بودید. اما اینها اشارهش به جماعت خمینی بود که باور نمی کنند و بر سر من می ریزند. من گفتم اگر از قبل به شما می گفتیم برای من روشن بود که مخالفت خواهید کرد، اما حالا دیگر فایده ندارد، چون مردم بالاترین مژدگانی را دریافت کردند و دست بردار نخواهند بود. اعلام جنگ غیر رسمی با مجاهدین از سوی خمینی. در برابر اقبال روزافزون قشرهای مختلف مردم به کاندیداتوری پدر طالقانی، از آن سو فشارهای خمینی و ایادیش بر آن بزرگوار بالا گرفت تا اعلام انصراف و مخالفت کند. فکر می کنم حتی یک بار خمینی از سر بغض نسبت به پدر طالقانی علناً هم گفت که دوست ندارد یک روحانی رئیس جمهور شود. چند هفته بعد در تیر ماه 58 خمینی انتقام گرفت و زهرش را ریخت. یک نوار کاست با صدای خود خمینی به طور گسترده و سراسری که دست به دست می چرخید پخ شد و ما را غافلگیر کرد. در این نوار خمینی در توجیه سرکردگان پاسداران و چماقداران و حزب‌اللهی ها تقریبا تمام همان حرفهایی را که علیه مجاهدین یک سال بعد در تیر 59 علنی کرد و در رادیو و تلویزیون و مطبوعات پخش شد، حتی با لحن تند و تیزتر بیان کرده بود. به واقع این یک اعلام جنگ غیر رسمی بود، هرچند که من در 4 خرداد به هنگام نامزد کردن پدر طالقانی برای ریاست جمهوری آگاهانه و به عمد از هیچ مایه گذاری برای خمینی فروگذار نکرده بودم. واقعا میخواستم حسن نیت خودمان را نشان بدهم که قصد نداریم زیرا به او را بزنیم، بلکه قصد اصلاح امور را داریم. واقعا هم اگر خمینی به ریاست جمهوری آقای طالقانی تن میداد، مطمئنن نقشه مسیر متفاوت می شد. همچنین می خواستم کینه شطوری و احساس هووگری سیاسی خمینی با پدر طالقانی برانگیخته نشود. وقتی در سال 57 قبل از سقوط شاه پدر طالقانی از زندان آزاد شد، بیش از 1,000,000 تن از مردم تهران به در خانه پدر رفتند و از او استقبال کردند. در انتخابات خبرگان هم با بیش از 2,000,000 رأی نماینده اول تهران و در حقیقت تمام ایران بود. خمینی چشم دیدن پدر طالقانی را نداشت و حتی بعد از وفات پدر در پیام تسلیتش هم او را حجت الاسلام طالقانی خطاب می کرد. اصولاً ارتقاء منتظری به منصب جانشینی خمینی که در مراسم رژیم تحت عنوان امید امت و امام معرفی می شد، علتش حسادت و کینتوزی خمینی نسبت به آیت الله طالقانی بود.